أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية روز قیامت این انسان فاسد هوسباز در روز قیامت صدا میکنه که نه مال مرا بی نیاز کرد و نه قدرت حکومت ما باقی من. میگن هارون الرشید آخرای عمرش بود، بالاخره برش مریض شده بود، در طبیب آوردن و بعد او طبیب از معیشتی که در او زمان بود از معیش کرد، گفت نه بایمی صاحب امی مریضی که من الان آزمایش میکنم، صاحب یعنی بولی که من آزمایش میکنم، باوی بگن که وصیت خدا بکنه عمرش تمام شده. حرص عجب چیزه. در امی اسنای قیامت گفت که به هارون الرشید گفتن، خب او خلیفه مقتدر عباسی، گفت در بغداد شایعه مرگ شما بین مردم پراکنده شده. او که مرگ نمیخواست که نمیخواست، شایعات مرگ خودم نمیخواست، گفت یک چارپا را بیارین که بالی زومه سوار شم که یک گردشی بکنم به بغداد که مردم دیگه شایع پراکنی نکنن که من مردم یا نزدیک که میمیرم. چارپا را برایش آوردن که ای سوار شو. اتفاقا وقتی که او حیوان که آوردن، زانوی امو حیوانم سوز شد، نتوانست که ای مثلا حرکت کنه ای حیوان. او فهمید، گفت که نه بگذارن ای واقعیت من میمیرم. بعد گفت همین چی که من پیش تخت من به میخانه من برای من قبر مربک کنه. در خراسان بود، در مشهد امروزی، گفت که قبر مرا ممینج بکنه. قبرش کندن، آمد نگاه کرد، یک نگاهی بین قبر خود کرد که نگاه کرد، صدایش به امی آیه بلند شد، ما اغنى عنی مالیه هلك عنی سلطانیه. مال ما مرا بی نیاز نکرد، تمام خزانه های او به دست بود. بالاترین کشور اسلامی در دوره هارون الرشید که شاید چاریک دنیا به دستش بود، اوقدر سلطنت داشت. میگن هارون الرشید ببرا خطاب میکرد، میگفت هر جا میرند برند، بالاخره از کشور ما خارج نمیشن، در کشور ما بارانش آب شما میای و باران میبره، حالی اینجا یا اونجا فرق نمیکنه به ای اندازه. ولی آخرش این میگفت یا ایر خاند، گفت نه، حکومتم از دستم رفت، مال من به درد من آخ. بعد دست تنها او را بردن با یک کفن، او را بردن بین قبر گذاشتن. بله، بعد ای ایفر میگه که هلک عنی سلطانیه، مال من به من برای من به درد من نخورد و حکومت من از بین رفت، قدرت هم رفت، یا قدرت بدنی من از بین رفت، یا قدرت سیاسی، اینا دیگه اونجی به درد نمیخوره که عذر کنی و معذرت کنی و پشیمانی. در دنیا پشیمانی به درد میخوره، آدم توبه میکنه، اما اونجا دیگه عرفانیه. بعد امر میشه به ملائکه، خذوهو، بگیرین اینا رو، مولت ندین. اونجا کارا سر دقیقه به دقیقه کارا اجرا میشه. فقولوهو، اینا رو زنجیر پیچ کنین به اصطلاح، خذوه و فقولوه، خدا ما و شما را نجات بده. وقتی که انسان در دنیا هوسهای خود آزاد میگذاره، ما در این دنیا خود به زنجیرهای هوس پیچیدیم، هوسبازی، شهوتها و امیال حیوانی. خب طبعا به او دنیا نتیجه کارمیه که اونجا هم باید به زنجیرهای آتشی ما و شما را بسته کنه. اما اگر در این دنیا ما از هوسهای حیوانی آزاد شدیم و آزادی اخلاقی پیدا کردیم و در پناه خدا عزت پیدا کردیم، از بندگی خدا عزیز شدیم
اونجا دیگه باز برای ما و شما تیارای بوینگ میاره، ما و شما به بهشت میبره از میدان حساب. ها معنی که حواس باز بودن، خذوه فقولو، بگیرید اینا را به ملائکه عذاب روز قیامت. چی ملائکه‌ای که یک ذره رحمت در دل اونا خلق نشده؟ علیها ملائکتون غلاظ شداد، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. سنگ دلهای سختگیر ملائکه که یک ذره نافرمانی، لا یعصون الله، یک ذره نافرمانی حق تعالی را نمی کنن و یفعلون ما یؤمرون، با هرچی که امر شون مکاره می کنن. با یک ثانیه عدم بزنجیره کفار و اشقیه را بسته می کنن. خذوه فغلو، حالا این شاید این زنجیرهای آهنی ما نباشه، او زنجیرهای باشه که خیلی کلان به ذهن ما نمی آیه. شرایط میدان قیامت او کره بزرگ ما نمی داریم اینجا. خذوه فغلو، بگیرین اینها را و به زنجیر بسته کنیم. ثم الجحیم سلو، بعد اینها را ببرین داخل دوزخ. ثم في سلسلة زرع سبعون زراعا فسلكو، بعد در یک زنجیری که طولش 70 زراعه. زراع از امی چیز ما و شما مرفق دست ما زنگیچه ما تا سری انگوشتان تقریبا نیم متر. ای 70 زراعه یا زنجیره 35 متری. حالا چرا 35 متری شده اینه؟ اون رو دک ما نمیدانیم. خصوصیاتی که مربوط به شرایط میدان قیامت میشه. ثم فی سلسله زرعها سبعون زراعا فسلکو، یه بعد به زنجیری ببندین که ببندین یا بکشین به زنجیری که 35 متر درازیش. ایره خب معلومه که وقتی که در دوزخ بردن این زنجیر پیش از دوزخ گفت ایره زنجیر پیچ کنه، دست پایش به گردنش مثلا به زنجیر بند میکنن، بعد گفت او را داخل دوزخ ببرن. بعد از ظاهر قرآن میه که بعد از او که داخل دوزخ بردن ثم الجحیم سلوهو، بعد نک ثم فی سلسله زرعوا سبعون زراعا فسلکو، بعد در یک زنجیری که 35 متر 70 زرا او را یا بکشین یا این که ببندین. زرن فصل پو به معنای کشیدنشه، میگوره باید امو دوزخی که بردن او را به امی زنجیر بکشه. این چرا این کار میکنن؟ اینهو کان لا یومنو بالله العظیم، یک علتشیه که میگی به خدا ایمان نیاورد، به خدای بزرگ ایمان نیاورد. که بهش میگفتی به خدای من ده این دنیا تصادف به وجود آمده، این زنجیره رو تصادف میارن، تو رو به عنوان تصادف به دوزخ میبرن. خیال کردی خدا به ما عقل داد که از عقل خود خدا رو بشناسیم؟ ما از عقل خود استفاده نکردیم، عقل خود در راهای شیطانی مصرف کردیم، برای شهوت چند روزی خود، برای زندگانی چند روزی دنیا قیامت هم فراموش کرده، از خدا را هم منکر شد. اینه او کان لا یؤمنو بالله العظیم، ای به خدا ایمان نیاورد. انبیا آمد، اولیا آمد، علما آمد، تبلیغات شد، صدعا کتاب نوشته شد، هیچی سرش نرفت مثل حیوان، فقط به شهوت و به خوردن و به کارهای حیوانی خود مشغول بود. این او کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض ولا طعام المسکین. آدم بعضی اوقات من خجالت میکشم کیر معنا کنم، یک خود اطعام مسکینه. اطعام مسکین مثلا زکات یک موقع واجبه، یک موقع دیگر یک فقیر یک مسلمان نفسش در خطره، نه بر تو زکات واجبه نداری، نه خمس واجبه،
ولی میبینی که الان از گرسنگی تلف میشه. ای بر مسلمان ها واجب کفایی که آدم اطعام کنه، غذا بده، با او که او از مرگ نجات بده. یک مرتبه دیگر نه، چیزی بر نه وجوعات بر وجوعات شرعی بر ذمه انسانه و نه او در معرض تلفه، ولی آدم میدانه که گرسنه، واجب نیه که آدم بده. ای در فقه طوره، در فقه شاید مشهور بین فقها تا جایی که من دیدم کسی نگفته که به هر گرسنه واجبه که آدم باید غذا بده. مستحب از خیلی سفارش شده، سفارش زیاد شده، تاکید شده مستحب، همه واجب نیه که آدم بده. ولی ای آیه، از ای آیه فهمیده میشه که واجبه، اونم واجبه. چرا؟ چون میگه ای چرا به دوزخ رفت؟ چرا ما ای را بردیم به دوزخ؟ چرا ای زنجیر پیش شد؟ وقتی که ای در دوزخ بردیم، برای چی زنجیری 35 متری ای را کشیدیم؟ یکی به خاطر ای بود که ای به خدا ایمان نمی آورد. دوم، ای مرد تشویق نمی کرد، تحریص نمی کرد مردم بر طعام فقرا که به فقرا کمک کن. وقتی که تشویق، به خاطر تشویق نکردن بر طعام مسکین این سبب شوه برای دوزخ، خب به طریق اولا خودت اطعامم باید واجب باشه. وقتی که میگه این مردم را بر اطعام فقرا، به غذا دادن به فقیرا تشویق نمی کرد، از این خاطر ایر دوزخ بردیم، به طریق اولا فهمیده میشه که اطعام اون هم واجبه. بر صورت ای آیه بر اساس قواعد فقه تفسیر کردن این مشکل واقعا این چند سال کمی به ذهنمه، تنها یک آیه نیه، دیگه هم است در قرآن اینم در امی مورد. ولا يحاضون على طعام المسكين. فليس له اليوم هاونا حميم. در دنیا یک عده پول داشتن، اطرافیان دورش می گرفتن و هر کدوم از او تعریف می کردن و تعظیم می کردن و هر چی می گفت مردم عمل می کرد، پولدار بود، یا قوم داشت، یا پولدار بود، یا حکومت بود، حکومت داشت، سر از قرار آورده بود. همه روز قیامت که میره چی؟ هیچ کس یارش نیه، هیچ کس یار مهرب، یک یار مهربان برای این دوزخیا پیدا نمیشه. هر کس اونجی به فکر خودش، هیچ کس نه به این کمک میتوانه و نه کسی به عقی تراهم میکنه. فلیس له اليوم هاونا حمیم. اصلا قیام قرآن نگه و کلهم آتیه یوم القیامت فرد، در یک جای دیگر آیه دیگری، تمامش تمام اینها روز قیامت تنها تنها میه. اونجا کسی از کسی استفاده برده نمیتوانه مگر مقام شفاعت باشه، هر کس در گرو عمل خودش. فليس له اليوم هاونا حميم. ای دیگه حمیم یعنی دوست مخلص و مهربان نداره، تنهایه. ولا طعام الا من غسلین. ها و غذایم در بهشت برای نیه مگر غسلین. غسلین بعضیا تفسیر کردن به چرکی های بدن، کثافت ها و به خون. اگر این غذا هم بخوره هم خونه میخوره و هم چرکی ها و کثافت های بدن میخوره، که انسان هم کثافت هایی که بعضی اوقات بدن خود شستشو میکنه. بله، یا این شجرت زقوم طعام الاسیم، یا از او درخت زقوم که آتیشه، از او به او میدن.
خب بالاخره امو درخت زقومم یک گیاه تلخی بدبو بدمزه مثل خیلی تیز مثل خار واره. اینه میناید از امی شکل اینا غذاره به اینا میدهن. لا یکلو الا الخاطئون. این قسلینه نمیخوره مگر امی خطاکارا، امینایی که تخلف میکنن، معصیت میکنن، این مینا میخورن. اینا غذای این هایه. خدا ما و شما را از این مرحله نجات بده. والحمد لله رب العالمین.